تعمیم بدون تحقیق تصور کنین رفتین مسافرت و راننده تاکسی که شما رو به هتل میرسونه جمله نجات پرستانه میگه و شما نتیجه میگیرین که همه اهالی اون شهر نجات پرستن واضحه که نتیجه گیری شما اشکال داره و نمیشه تنها با استناد به یک نمونه چنین حکم کلی صادر کرد با این وجود این نوع استدلال در جای جای زندگی ما رواج داره و همه ما آگاه یا ناخداگاه اون رو به کار میبریم. ساده تری مثال اون شوخی های توینامیز در مورد قومیت، نژاد، ملیت، مذهب، طبقه یا جنسیت افراده. مثلا میگیم مریخی ها همه خصیصن بدون اینکه شواهد کافی برای اثبات این ادعا داشته باشیم. این اشتباه استدلالی مغلطه تعمیم عجولانه، تعمیم بدون توجیه یا تعمیم نادرست نام داره. در این مغلطه مقدمه استدلال تنها در مورد بخش کوچیکی از هر چیز مستاق داره، در حالی که نتیجه اون به کل تعمیم داده میشه. یا به عبارتی سعی می کنیم درباره چیزایی نتیجه گیری کنیم که شواهدی درباره اونا نداریم. مثلا باید برای تک تک اعضای گروهی که حکمی درباره اونا صادر کردیم شواهد قابل قبولی داشته باشیم. در غیر این صورت از لحاظ منطقی حق صدور حکم کلی نداریم. این گونه تعمیما در سخنان سیاستمدارا هم زیاد دیده میشه. یکی از نمونه های اون ادعای بنیامین نتانیاهو بود که اگر ایرانی ها آزاد بودند میتونستن شلوار جین بپوشند. یکی از توجیهات رایج استفاده از این مغلطه استناد به استقراس که یکی از مبانی روش علمی است. به این معنا که دانشمندان با آزمایش بر روی نمونه های محدود به نتیجه های کلی می رسند. اما واقعیت اینه که در علوم تجربی به سادگی و تنها با داشتن چند نمونه انگشت شمار تعمیم نمیدن. پژوهشگران با اتکا بر شواهد روش های آماری متنوعی برای نتیجه گیری دارند. و نهایتا نتیجه ای ارائه شده همراه با اعلام بازه خطای آزمایش های انجام شده و جزئیات شواهد موجوده. به زبان دیگه علم هم در صورتی قابل اعتماد خواهد بود که در دام تعمیم عجولانه نیفته. برای مقابله با مغلطه تعمیم نادرست باید از مدعی مدارک قابل قبول بخوایم. اگر چنین مدارکی نداشته باشه، به راحتی با ارائه یک مثال نقض میتونیم ادعاش رو زیر سوال ببریم. برای مثال در مورد ادعای بنیامین نتانیاهو کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی عکساشون رو با شلوار جین منتشر کردن یادمون باشه حق نداریم با استناد به یک یا چند نمونه از داستانهایی که برای خودمون یا آشناهامون پیش اومده در مورد همه افراد یک جامعه قضاوت کنیم